سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جای داستانپور عزیز. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خیلی خوش اومدید به برنامه ما. سلامت باشیم. زنده باش. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ارادتمند شما مجری عزیز و بزرگوار، بینندگان محترم و واجبم میدونم به عوامل برنامه خدا قوت و دست مریضات بگم. واقعا زحمت میکشن، ان شاءالله که اجر همه با خود خدای متعال باشه. سلامت باشین. خیلی متشکریم از شما. تو برنامه قبلیمون در رابطه با راه های دریافتن مهارت های دوران نوجوانی صحبت کردیم. خیلی مطالب خوبی از شما شنیدیم. امروز هم ما و بیننده همون مشتاقیم ببینیم که چه مطلبی رو برای ما به ارمغان آوردیم. سلامت باشید. خواهش من یه جمله است، نمیدونم تالا به گوشتون خورده یا نه، یکم تخصصی ها، اما من از بیننده عزیزم درخواست میکنم اصلا نترسن. این جمله شاید کمتر به گوش خورده باشه ولی خیلی درس خوبی داره برای ما، میتونه خیلی جهت دهنده باشه. حالا انگلیسیش میگم بعد ترجمه میکنم دیگه. میگه very high frequency omni directional radio range. الان شما اگه بتونید سه مرتبه تکرار کنید جایزه دارید. جایزه دارید. یا سیستم VOR تو هواپیما اختصاریش میشه VOR. VOR یکی از رفقا ما خلبانه برای من توضیح میداد، خیلی برام جالب بود، دیدم خیلی میتونه درس آموز باشه. اصلا روایت داریم یکی از ویژگی‌های مؤمن اینه که از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه بتونه سطح آگاهی ها و اون کیفیت زندگیش ارتقا بده. حالا تو این مثلا برای بنده درس جالبی بود. توضیحش اینه، این سیستمی که میگم وری های فرکانسی اومنی دایرکشنال ریدیو رنج یا وی او آر، وی او آر خودمون، بله، میگن تو هواپیما یه سیستمی هست که وصل به یه دستگاه تو فرودگاه، بعد اینا دارن به هم سیگنال امواج میفرستن. خلبانی که داخل کابین پروازه وقتی این دوتا دستگاه با هم هماهنگ میشن یه صدایی مثل حالت یه بوق مانندی میشنوه، اما با یه ریتم خاص. حالا این دوست ما میگفت که خیلی برای خلبانا این صدا دلنشینه، چون میدونن درست دارن مسیر رو میرن. یه حالتی مثل مثلا بی 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 اینجوریه. این خیلی براشون دلچسبه. یکی از جذابترین آهنگ ها و آواها برای خلبان اینه، چون مطمئنه که الان مسیرش درسته. این سیستم جهت دهنده و ارزیابی کننده این مسیر داره پیامی درست میده. اما یه ممتد شد، نشون دهنده اینه که یه جا خطا رفته، یه جا ایراد هست، یه جا اشکال هست. حالا چرا این مثال زدم؟ بعضی موقع این سیستم هشدار دهنده دوران نوجوانی برای بعضی ها که میبینیم این حالت داره بی بی بی، یعنی درست، یعنی معلومه تو مسیرن، اما بعضی موقع آهنگش دیگه ضرب آهنگش این نی داره هشدار میده، یعنی ببین میزون نیست یا اینجوری اصلا به مقصد نمیرسی، حواست امکان سقوط داری، امکان ازات مشکل و مسئله هست، حواست جمع کن. یکی از هشدارهای اساسی که تو دوران نوجوانی این سیستم به ما میده، یعنی به محض اینکه انسان اومد تو این باند، تو این جهت، تو این لاین واقع شد، این هشدار فعال میشه، مفهومی به نام اعتیاد. یکی از بزرگترین آسیبا که یه نوجوان میتونه به خودش بزنه درگیر مقوله به نام اعتیاد شدنه. حالا شاید تا من گفتم اعتیاد، بعضیا ذهنش رو رفتش مثلا مواد مخدر و روانگردان و مسئله از این دست که خب یکی دوتام نیست، خیلی متنوع شده و برنامه ریزی شده. ولی تو طبقه بندی اعتیاد تو دنیا جالبه. مثلا ببینید اگه یه کسی خدا نکرده بچهش هروینی بشه، خدا با خدا برای هیچ پدر مادری نخواد، خیلی بده ها. و واقعا اصلا اعتیاد چیز خانمان سوزی. حالا اینجا دیگه احتمالا باید تصویر شطرنجی و اینا بشه دیگه، چون نبود اعتیاد داریم صحبت میکنیم. اعتیاد چیز خانمان سوزیه و یه آدم هم تباه نمیشه، یه خانواده تباه میشن. تا در مورد اعتیاد میگیم، شاید مثلا اگه یه خانواده بچهشون هروینی بشه، چقدر تو سر کلشون ناراحت، زنگ این مشاور اون مشاور، آقا بچه‌م از دستم رفت. حتی بعضی موقع مثلا سیگار هم که بکشه اینطوری، چه خب چیز بدی هم هست که توی سیگار 4000 ماده سمی هست، تو قلیون 6000 ماده سمی هست. اینا اعتیادایی که بعضیا فکر میکنن چیز خیلی نیست، خیلی عادی شد بعضی موقع جلوه کنه، ولی نه اینجور نیست. اما تو طبقه بندی یا گریدینگ بندی اعتیادا
4 اعتیاد تو دنیا بیش از اعتیاد به ماده مخدر ازش میترسن. یعنی از این بالاتره. از این بالاتره. البته اینم که من میگم یه چیزی نه که خب اگه اینجوریه پس بریم اون پنجمیه. آخه بعضیا بد میفهمند، بعضیا بد برداشت میکنن. یعنی میخوای یه چیزی غیر مستقیم بگی، یه تو دیگه بگی، بعد تو دیگه برداشت میکنه. خب اگه این پنجمیه، این پنجمه، پس ما اون 4 تا بی خیال میشیم سراغ این، نه همش بده. ولی 4 تاست خیلی خطرناکه. و واقعا زندگی یه نوجوانو میتونه به تباهی بکشونه، میتونه تمام استعداد و ظرفیتش رو بین ببره. این 4 تا اعتیاد به موبایل، اینترنت، تلویزیون و حالا شبکه‌های مجازی و اینا، اینا جز اون 4 اولویت اوله. مثلا الان تو بعضی کشورهای پیشرفته کمپای ترک اعتیاد اینترنتی داریم. این طرفا قشنگ میبرن پیرنی را آرابش میپوشونن، از این تو برادن دالتون بود فیلم لوچی لاک در اصلا پیرنی را آرابش میپوشید تو زندان، پیرنی را آرابش میپوشونن، قشنگ دستبنده مخصوص دارن میبرندش ترکش میدن از اینترنت، از اینترنت، چون یکی از خطرناکترین اعتیاد هاست. یا مثلا همین شبکه های مجازی ها گوش، اما متاسفانه بعضی اصلا کلاس میدونن، یعنی مثلا بچه 7 سالش تو شبکه مجازی، تو شبکه های مجازی میبینه برای چی اینجا کلاس دیگه، بچه‌ام به روزه دیگه، به روز آپدیت نشانه به روز. حالا جالبه یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا ژاپنه. میگن ژاپنی‌ها 3% با شبکه‌های، یعنی با چنین سیستم‌های ارتباط دارن. اینو من از یک کارشناس بس رسانه شنیدم که 3%. خب به روز بودن که فقط این نیست که من تکنولوژی زده بشم، چه دیگه الان تکنولوژی هم داره میشه مصیبتولوژی، و چم چم واژه فارسی شو بزنیم مصیبتولوژی، یعنی خانواده رو داره از هم دور میکنه، جوانا رو داره به یه فضای کم تحرکی، بی انگیزگی، کم نشاطی، عدم ارتباط اینا میکشونه. خب بعد استفاده میکنیم خب همین دیگه فیزات اون 3% هم که اونها احتمالاً استفاده میکنن دیگه مهمترین خوب و با اهمیت ترین چیزایی که به جا اصلا درست استفاده نکردن اعتیاد میاره، مشکل ساز میشه و خیلی هم سطح اعتیادش بالاست. لذاست اگر کسی بخواد واقعا یه مسیر درستی یا یه چیز مهارت‌های دوران نوجوانی، نحوه برخورد با مقوله مثل اعتیاد و مسئله از این دست، و چقدر خانمانسوز واقعا با زمانی ترک اعتیاد بودیم مواد مخدر. البته اینجوری نگاه نکنید، درمانگر بود به تعبیر عامیانه، مشاوره میدادیم. یه جوانی که معتاد میشد، چه بازم میگم ان هیچ جوانی تو این دام خطرناک نیفته، وقتی میخواستی ترکش بدی 3 سال بعد زحمت میکشیدی تا ترک کنه، اما تو بعد 3 سال تازه حدود مثلا 40-50% احتمال داشت بازگشت کنه، تا 8 سال احتمال بازگشتش هست. حالا اینجاست که یه حدیث تو ذهن من همین الان داره قشنگ قلیان میکنه، یک حدیث خوشخوراک درجه 1. اصلا اگه یه نوجوان یا جوان به این حدیث عمل کنه 80% زندگیش بیمه است، فوق العاده است. چیه؟ امام صادق علیه السلام میفهمن بترسید از سربالای که بالا رفتنش آسونه، پایین اومدنش سخته. یک از سربالای که بالا رفتنش آسونه، پایین اومدنش سخته، سربالای اعتیاده. یه جوان یه هفته میتونه معتاد شه، ولی چند سال باید ترک کنه؟ خیلی پایین اومدنش سخته، اما بالا رفتنش خیلی آسونه. سربالای اعتیاد و مواظبش باشی. این سیستم هشدار دهنده دائم باید فعال باشه. اگر یه نوجوانی یه جا احساس کرد این ممتد شد، یعنی هشدار داره میده به من، یه چیز هشدار میشه اعتیاد، بعد زود به فکر بیفتم. مثل اینکه من معتاد شدم، البته اینم بدونید هیچ معتادی قبول نمیکنه من معتادم، همه معتاده میدن. نه اعتیاد چیز بدیه، خدا مثلا لعنت کنه اونایی که مون شاشان دیدی، یعنی شاشان هم دقیقه توصیه بهش میکنه، شاشان یه حرفی میخوام بهت بزنم گوش بده. معتاد اگر بپذیره من معتادم، چرا نمیپذیره؟ میخواد زیر باری مسئولیتش نره، چون اگه بپذیره معتادم باید درمان کنه خودش دیگه. اخ نوجمون صبح تا شب سرش تو گوشش بهش میگم معتاد شدی یا نه؟ من معتاد نیستم، فقط روزی 14 ساعت با گوشیم کار میکنم. یا خب التماس دو سال ذخیره قبر قیامت همه اون باشه، یا به زحمتی که شما در مورد گوشی میکش. معتاد یعنی هم معتاد یعنی رفتاری که شروعش با من باشه، خاتمش با من نباشه. نتونم ترجیح دست خودمون نباشه، در اختیار خودمون نباشه. بنوید دست شما درد نکنه آجا، بزرگوار خیلی استفاده کردیم از بیننده های عزیزمون، خیلی متشکر. یه بخش کوتاهی رو ببینید، برمیگردیم با صمیمانه خدمت شما هست.